آخرین سوال رو اگر میشه آذرخش پرسیده، میگه که لطفا از آقای دکتر بپرس چالش برانگیزترین سوالی که میشه از خداوران پرسید و اونها رو به چالش جدی کشید به نظر شما چیه؟ ببینید خیلی من یه مقدار زیادی سوال شدم دسترسی داشته باشین راجب روح کردم که همونو میتونید راجع به خدا بگین، یعنی بگین که اولا تعریفش کنید چی هستش، درست چطوری آفریده شده، قبل از اینکه جهان رو خلق کنه 6400 سال پیش ببخشید چی کار داشته میکرده، اوکی، و این از چی ساخته شده، از چه انرژی استفاده میکنه، این مقصود از این چی هستش، و آیا ما رو با قصد آفریده یا همینجوری الکی آفریده. اگر ما رو با قصد آفریده آیا احتیاجی داشته به ما، اگر احتیاجی به ما داشته آیا این یک موجود محتاجی هستش، محتاجی هستش که ما از صبح تا شب صبحانش کنیم همونجور که ادیان میگن و براش نماز بخونیم 17 بار چند 34 بار چند بار سجدش کنیم و در مقابلش تعظیم کنیم، آیا این موجود ضعیف نیستش که احتیاج داره که این ایگوش اینقدر ضعیف هستش که بشر در مقابلش اینقدر ضعف نشون بده، چرا اینقدر سادیستیکیه، اگر خودش ما رو آفریده خب ما رو درست می آفرید که احتیاجی نداشته باشه ما رو بعدا به جهنم ببره، و آیا این خلقتی که کرده چرا اینقدر پر از شره، چرا این اقیانوس ها اینقدر آبش تلخه که الان نصفی از جمعیت دنیا دارن تو تشنگی دارن تشنگی میکشن، همین ایران رو نگاه کنید چه ظلمی مردم ایران کردن که باعثی آب نداشته باشن، دیگه پایین ترین بی حجابی آقای دکتر، بی حجابی، حالا بی حجابی آن اون چیزاش دیگه فرعی هستش، چرا انسانه رو اینقدر احمق آفریده و چرا این همه ضعف تو بدنمون هست، چرا اشکالات آناتومیکی در ما، چرا دنیا رو طوری خلق کرده که این هرم غذایی هر رده قبلی رو باید بخوره، این آهو بیچاره چه گناهی کرده که به خاطر یه مقدار علفی که از زمین میخوره همیشه باید مترصد باشه که یه شیری نخوردش و لذتی نمیبره از اون آهوه به خاطر که همیشه مترصده. ببین همین هرم غذایی رو نگاه کنید میرسونه یک ظلم بزرگی در دنیا برقرار هستش، چرا این خالقه که حالا میگین شیطان اینا رو آفریده، چرا خدای شیطانه رو آفریده، آیا زورش بهش نمیرسه، آیا در کره زمین یا در جهان شیطانه بر خدا پیروز شده و این همه شر هستش، و شر هم یکی دوتا نیستش. ببینید الان ما کدی استفاده میکنیم برای بیماری ها به اسم ICD-10 International Code of Disease، 73400 تا بیماری هستش. ببینید اگر من خالق بودم لازم نداشتم 74000 تا بیماری ایجاد کنم و این بشری که اشرف مخلوقات هستش و در ایمیج خودم اینا رو درست کردم 73400 تا مرضم ایجاد کنم که این بیچاره ها از روز تولدشون تا روز مرگشون استراب داشته باشن، بیمار باشن، درد بکشن، نارسایی پیدا کنن، 1000 تا بیماری داشت، این چه خدای خالق متعالی هستش که این همه بیماری رو خلق کرده، اگر واقعا دست خودش هست، اگر ما رو نیافریده که خودمون که واقعا هم نیافریده، ما مسئول طبیعی هستیم و نمیتونن بگن که چجوری ما رو آفریده. میخواین ادامهش بدم؟ اینقدر اشکال هستش تو این دنیایی که کاملا رد میکنه که باید یه خالق متعال دانای مسبب اصلی وجود داشته باشه و ما رو در ایمیج خودش در تصویر خودش ساخته باشه، در حالی که اکثرمون به جایی که در تصویر خدا باشیم در تصویر شیطان، وقتی که اجتماع خراب میشه یک تصویر شیطانی در وجودمون ایجاد میشه به جایی که تصویر خدایی طبق باور دینا در وجودمون باشه. ممنون. البته ما حالا بارها شده حالا تو کلاب هاوس و اینا که هستیم وقتی که با باورمندان بحث و گفتگو میکنیم و بعد میگم به مسئله مناظره و اینا میرسه،
و اثبات خدا، اینا دقیقا دیگه از اون خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتر بود دیگه گذشتن. یعنی الان زمانی که میخوان اثبات خدا رو میخوان برای ما انجام بدن یا صفات خدا رو بخوان بگن، رفتن رسیدن به خدای دئیستا، یعنی خیلی رسیدن به خدایی که عرض کنم که عامل بیگ بنگ یا قبل از بیگ بنگ بوده. چون دیگه چیزی برای همیشه یه سوالی ازشون بپرسید، از کجا میدونن؟ فقط همین سوال، از کجا میدونن که قبل از بیگ بنگ خدای وجود داشته؟ کی، از چه روایتی، از قول کی؟ میدونی اگر شما گیتای هندی ها رو بخونین، همون صدر اولش نوشته یک راوی وجود نداشت، یعنی میگه راوی کسی نبود که روایت کنه، پس ما داریم تصور میکنیم. شما گیتا رو نگاه کنید، اولین جملهش این هستش که روایتی وجود نداشت. پس وقتی روایتی وجود نداشت، راوی وجود نداشت، خبرنگارای سی ان ان رو نمیدونم اسوسییتد پرس و اینا نبودن قبل از خلقت که ببینن خدا چه، پس اینا همه محصول ذهن ما هستش. همین، فقط ازشون بپرسین که این چیزایی که راجع به خدا میگین از کجا میدونید؟ چطوری شما میگین که خدایی وجود داشته در حالی که هیچ اثری ازش نیست؟ هیچ گونه اثری ازش وجود نداره که بتونیم از طریق حواسمون یا از طریق دستگاه های چیز به وجودش پی ببریم. و شما از کجا به این پی بردین که از رگ گردنتون هم بهتون نزدیکتر هسته و همه چیز رو کنترل میکنه؟ فقط همین سوالی که راجع به هر موضوعی رو میتونین، حتی راجع به علمی هم بپرسین از کجا میدونین. اگر من که بهتون میگم که فکر کن قشر تحتانیتون مرکز عقلانیتون هستش، بهتون میتونم تو فانکشنال امارای نشون بدم که یه آدم احمق، این قسمت از مغزش ضعیف هستش، درست کار نمیکنه وقتی که با یه مسئله عقلانی. ولی بهشون بگین که خب شما از کجا میدونین که خدایی هستش که از رگ گردن به شما نزدیک داره یا مسبب بیگ بنگ هستش؟ آیا شما اونجا بودین که این خدا رو ببینین که، یا کسی بوده که روایت کنید، یا برگردین به اون همون چیزی که گیتا گفته که چون روایتی نبوده، راوی نبوده، پس ما اینا رو از خودمون خلق میکنیم؟ اگر خدایی هم بوده، چرا تکامل پیدا کرده ایدش؟ چرا از صورت یک سنگ تبدیل شده به بود، بعدی تبدیل شده به خدایان، بعد از خدایان تبدیل شده به دوتا خدای خیر و شری که زرتشتی ها گفتن، بعدن به حالا خدایان، بعدن تک خدایی که هیچ وقت هم وجود نداشته، همیشه توی هم اسلام یا توی مسیحیت یا توی چیز همیشه یه شیطانی هم بوده، یه خدای شرعی هم بوده. این چرا تکامل پیدا کرده؟ اگر چنین خدایی بود، خب از روز اول خودش میامد به طریقی در ذهن ما میذاشت که من خدای هستم، یه نفر هستم، همه جور هستم، همه تونم با همین طریق منو بشناسین. یا گاهی میامد تو آسمون دستوران عملاشو به صورت یه ابری مینوشت و هممون اجراش میکرد. چرا تا حالا هیچ اثری ازش نبوده؟ و چرا هر کداممون بر اساس تعلیم و تربیتمون یه ایده مختلفی ازش داریم؟ ممنون آقای دکتر. عالی، خیلی سپاسگزاریم از شما. امروز 2:31 در خدمت شما بودیم. خیلی میدونم صبح خیلی زودم بیدار شدید، منت گذاشتیم بر ما، واقعا سپاسگزاریم. من دوستان البته یه سری سوال هم داشتم، سوال که خیلی زیاده، اما اگر امکانش هست راه های ارتباطی با شما، حالا اگر در این اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام، من متاسفم اگر هست دوستان چجوری میتونن کتاب من بگیرن؟ بله، من 3-4 تا کتاب نوشتم خودم، توی فیسبوک هست، کتاب اصلیم کتاب خلقت و تکامل مغز و روان هست که اساس کار مغز رو نوشتم، کتاب سیر تفکری درباره آفریدگارها و آفرینش و آفریده ها هست که همین موضوع خدا رو بیان کردم که چجوری سیر تکاملی پیدا کرده و مقایسهش کردم با خلقت طبیعی یا آفرینش طبیعی، همین چیزی که اتفاق افتاده در طبیعت. اینم یک کتاب جداگانه هست. اون کتاب اولی چاپ شده
در ایران در دسترس است. کتاب دومی رو میتونید در گوگل یا در تلگرام یا در اینترنت دانلودش کنید مجانی. یک کتابی هست به اسم زیستشناسی مغز و اخلاقیات که همین مسئله ساختار اخلاقیات ذهن انسان و مغز انسان رو شرح دادم توش، که چرا این دستورات اخلاقی از آسمون نیامده، از خدا نیامده و محصول مغز خود انسان ها هستش. و در حدود 14-15 تا هم کتاب برای شرح همین موضوع ترجمه کردم. عده زیادیشون توی ایران، تعدادشون تو ایران چاپ شده، تعدادشون در آوای بوف هستش، اونا به طور رایگان همه در اختیار همه هستش که میتونن دانلود کنن. و مقدار زیادی بحثایی هستش که در صفحه تلگرام خودم هستش، با شما چند جلسه داشتم با گروه های تلگرامی مختلف، همشون رو توی سایت تلگرامم گذاشتم. اما به خاطر گرفتاری های کاری و زندگی و مثل بقیه واقعا وقت اینو ندارم که جوابا رو تک تک به دوستان بدم. و همینجد صفحه تلگرامم در اختیار یک دوست، دو نفر از دوستای ایرانی گذاشتم و بهشون گذاشتم، گفتم که اینو بازش نکنید، چون اگر یک نفر سوال کنه و جواب ندم احساس میکنم که توهین بهش شده. به همین جهت اونو بستمش. من در فیسبوک هستم، فعالم، همه چیزا رو مینویسم و از اونجا تو تلگرام میذارم. میتونید در فیسبوک به دنبال کامنتام اگر سوالایی هستش در اختیارتون هستم. البته تعداد افرادی که در فیسبوک هستن محدود به 5000 نفر هستش که متاسفانه پر شده. و یه سایت دیگه هست دوستان با یه لوگوی باقی گلی هستش، اونم میتونم کاخهایی جواب بده. ولی در سوالا رو نگه دارید در جلسات آینده. حتما حتما آقای دکتر. قبل از اینکه بابک چیزی بگه، من اگه میشه یاد به همه بگیم که قبل از اینکه برین لطفاً حتماً لایک بکنین، این به رشد کانال ما بسیار کمک میکنه. اگر هم امنیت داره برای شما حتماً به اشتراک هم اگه میشه بذارین، ولی لایک رو حتماً بذارین، نیم ثانیه بیشتر طول میکشه.